اگر باور داری که خدا تو رو خوانده اگر باور داری زیر دست خدا همکاری کردی اگر باور داری که مس خدا روی توه اگر باور داری در جایگاهی که ایستادی خدا تو رو گذاشته روزهایی که خسته میشی فراموش نکن که هنوز مس خدا و قدرت خدا روی تو هست و ایدیا داره میگه من خستم اما خدا خسته نیست من مرد اون خداییم که قدرتش اونجا آتش رو آورد و الانم میاره این که من فراریم و من خسته هستم مهم نیست مهم اینه که دست خدا روی منه اینو فراموش نکن در واقع دستی که بخواد دراز بشه تو رو به عنوان مسح شده خدا زیر سوال ببره تو رو به عنوان مسح شده خدا اذیت بکنه خدا اون دست رو در آسین قطع میکنه قانون خداست بر مسجده خدا دست دراز نکن بر, بر شده خدا زبانت دراز نکن و تو زندگیت بعدش رو میبینی شوخی نداره چون تو با خدا در میافتی و کسی که با او بخواد در بیفته بیچاره خواهد بود و اینجا یه خطر بزرگیه ما برای موسی هم میبینیم حتی برادرش هارون و مریم که خواهرش بود به موسی اعتراض میکنن و شروع میکنن بهانهایی بیخود گرفتن همین که دستشون دراز میکنن به جهت موسا دستاشون برست میگیره و تا موسا نمیبخشتشون اونها دستشون شفا پیدا نمیکنه داوود اینو خیلی خوب میدونست که بر مسجدی خدا دست دراز نکنه خدا فقط اجازه داره بر مسجدی خودش نظر بکنه و حکم می‌دید چرا چه جامعه های ما اینقدر ایمان و ضعیفه؟ چون که وقتی مست دیگری میزنی اصلا خودت مس نمیاد رو دیچه وقت میتونی شو انجام بدی میتونی نمایش انجام بدی اما مسی که تبدیل بکنه نیست مسی که موجزات جاری کنه نیست فقط میتونی نمایش انجام بدیم و این خیلی خطرناکه حیفه تو که در این راه میری حداقل درستش برو تقلب نکن اجازه بده نمرت و واقعی پاس کنی.